عشا هنجار هستی است و آنچه که ایران رو به اینجا رسونده همان دروغ و فریب و متاسفانه عدم استفاده از خرده. من بر این باورم که 1400 ساله در کشور ما به جای اینکه فیلسوف به بار بیاریم، الهیات، به جای فلسفه الهیات داشتیم، ما به جای خرد عقل داشتیم. من تعریفی که من از اون دارم، من عقل رو با خرد یکی نمیدونم، بلکه عقل رو اون نیروی تصمیم‌گیری و ذهنیت انسان میدونم که متاسفانه در زنجیر باورها و خرافاته. همونطور که من بین داد و دادگری ایران و فرهنگ ایران شهری تفاوت قائلم با آنچه که عدالت در اسلام به اون گفته میشه، در فرهنگ ایران شهری ما، در دادگری ما، نقش زن و رابطه اون با مرد به گونه دیگر، به گونه انسانی تحسین شده بود و بیان شده بود. من بر این باورم که وجدان و خرد انسان نیروهایی هستند که انسان رو به، میتونیم از واژه انسان خدایی استفاده کنیم، یا بسیار پیشرفت پیش میبره، و در برابر اون برای ما تبعیت و یا تقلید رو به جای وجدان در مکتب اسلام قرار دادن و گفتن به جای دادگری عدل رو و به جای خرد عقل رو، عقل اسلامی، عقلی که قلاده تقلید برگردن داره و در خدمت یک سری مباحث شرعی. من بر این باورم که بحث منطقی و فلسفی تفاوت داره با بحث کلامی، و در بحث کلامی که راه اون به الهیات، نتیجهش به الهیات میرسه، یک سری پیشفرض‌هایی رو از قبل تعیین کردن بدون اینکه اثبات بشه. پیشفرض‌هایی مانند رسالت آقای محمد ابن عبدالله، وجود الله، آسمانی بودن قرآن، اینها رو در بحث کلامی که در مملکت ما 1400 سال به جای بحث منطقی و رشنال از اون استفاده شده، این بحث کلامی رو ما تا به امروز باهاش مواجه هستیم. ما با یک فرهنگ پامنبری روبرو هستیم، کسانی بالای منبر میرن و برای ما نطق میکنن، سخنرانی میکنن بدون دلیل و مدرک، و این برمیگرده به همین ریشه، به همین سخنانی که من به شما گفتم. علم در ایران هم ضربات شدیدی خورده. علمی که ما داریم با دانش تفاوت میکنه. علمی که ما امروز در ایران اسلام زده از اون صحبت میکنیم، بدون مأخذ. تاریخی که بیان میشه تاریخی است بدون مأخذ. میرم قصه و داستان تعریف میکنم. علوم اجتماعی ما ضربه خورده و جامعه ما یا همبودگاه ما رو اونها به امت، یک امت رو براش تعریف کردن، انسانیت رو تعریفش رو تغییر دادن و از او یک موجودی ساختن که نه خودش رو باور داره نه جهان رو باور داره. و به همین دلیل هم است که ایرانی که مهد تمدن، مهد ایران شهری ما، مهد دانش، خرد، دادوری بوده، دادگری بوده، آزادی بوده، حقوق انسانها بوده، امروز تبدیل شده به یک کشوری که جور و ظلم و ستم، کشوری که در اون دروغ و ریا فرمان روایی میکنه.